درود بیننده عزیز، شامتان را بخیر میگویم و اینچنین قید میکنیم که این شام برنامه خاطره ها دیگرگونه خواهد بود، زیرا سرودهای صدا میدهد که از جانب مردم میگویند فیضی صحنه صنعت موسیقی تاجیک، نوری صحنه صنعت موسیقی تاجیک ایجاد شده است. دوستان گرامی، این شام سرود بسیار دلچسب و نازنین و شنیدنی و گوش کردنی هنرمند مردمی تاجیکستان جورابک نبیف صدا خواهد داد و باید بگویم که برای به این هدف رسیدن ما دعوت نمودیم دسنت کنسرواتوری ملی تاجیکستان، اینچنین هنرمند انسامبل دولتی شش مقام نزدی کمیته تلویزیون و رادیو خورشید ابراهیموف را، اینچنین تشکر میگویم به مطربان که همین حالا با ما نواختند آهنگ سرود با نام تمنا که غزل از شمس تبریزی می باشد در اجرای مهینه محمود و شنیدیم. شما را نیز خوش آمدید میگویم، تشکر برای اجرای این ترانه دلنشین، این سرود بسیار هم والا و گوش کردنی. چون در آغاز برنامه بسیار یک سرود گوش کردنی منظور بیننده گردید، ولی باید بگویم که در اجرا خیلی دشوار، چون اوج بسیار بلند داشت و ما این را نادیده گرفته نمیتوانیم. بیاید سر اول درباره همین صحبت کنیم. تشکر. این سرود در حقیقت از جانب خودی استاد جورابک نبیف بسیار گوارا، بسیار دلنشین اجرا کرده شده است. ما این را کوشش کرده همراه مهینه بانو آماده کردیم و فکر میکنم در حقیقت با آوازی که دیاپازونی که مهینه بانو دارد، در حقیقت همین سرود بسیار شینم است، یعنی که از عهده اجرای همین سرود برآمده توانستند. و اگر خطا نکنم این با متن شمس تبریزی باری اول اجرا کرده شده استاد است. در گذشته چون در اکادمی مقام تحصیل میکردیم، همسبقان ما نصیب آمانبای و با این متن اجرا کرده بودند. اون کس نیز بسیار دارای دیاپازونی وسیع هستند و امروز باشد با همین اوج کلان اجرا کردن از عهده‌اش برآمدن نصیب مهینه بانو شد و مدت 4 سال در کنسرواتوری در برابری سرود و آهنگ‌های استادان را آموختند، از پارچه و اثرهای شش مقام نیز با خبر شدند و فکر میکنم در آینده برای باز هم صیقل دادن هنر خود کوشش میکنند و به مردم سرودهای نو و تازه را خواهند رسانید. پس از شنیدن این سرود ما گفته میتوانیم که علاکای با موفق کنسرواتوری را ختم نمودند، بسیار چیزها را آموختند. بله. و میدونید این سرود را بارها با زبان ازبکی نیز شنیده ایم. بله، خود استاد نیز با زبان ازبکی اجرا کردند. چی شد که امروز مثلا ما تاجیکیش را انتخاب کردیم؟ میدونید در با زبان ازبکی هم اجرا کردن ممکن است، لیکن برای نوگری شدن، برای یک چی نوآوری کردن، من فکر میکنم این غزل شمس تبریزی نیز بسیار به همین آهنگ توأم آمده است و بسیار انتخاب درست هم شده است. و ببینید با همین سرخط و میانخط و همون نیم اوج و اوج کلان، البته از عهده‌اش برآمده توانستن، این هنر است. بله. این زحمت و محنت است. بله. و برای تماشابین رسانیدن در بین مردم با این خیل سرودها شهرت و معروفیت پیدا کردن، این زحمت را طلب میکند. بسیار مشق کردن. بله بله، این در یک روز و دو روز این سرود آماده نمیشود البته. بله. و فکر میکنم تمام ایجادیات استاد جورابک نبیف اوچای بلند دارد و بسیار عالی هم ایجاد شده است و اجرا هم شده است. بله. و شنونده خود را دارند، مخلصان خود را دارند. چون ما در برنامه خاطره ها قرار داریم، خواستیم با همین سرود تمنا برنامه را آغاز کنیم. باز هم برای همون شنوندگان عزیز، برنامه که دیدنی باب است، برنامه خاطره ها است، یک لحظه هم باشد با صوت و ترانه های نیاگان، با صوت و ترانه هایی که در حقیقت تسخیر کننده دل ها است، مردم را شاد کرده توانیم. البته ما هم باور داریم که اینجا نه تنها مخلصان برنامه خاطره ها، نه تنها مخلصان استاد جورابک نبیف، بلکه خود استاد شاید که ما را تماشا دارند. بله. و شاید این برنامه پسند ایشان گردد، این ما را خیلی شاد می‌سازد. بله. و چون خود مردم میگویند که استاد توانستند در عصر گذشته تلویزیون و رادیو را گلکاری کنند،
مثل یک چمن شکوفانند که تا به امروز مشاممون رو معطر میسازیم و از این و انتخاب بسیار والا دارند. اینچنین اثرهای بسیار خوب رو روی کار آوردند، آفریدند و هر یکی سرودهایی که این نفر آفریدند همین گونه اجرایش دشوار است، ولی شنیدنش بسیار گوارا، بسیار صمیمی، بسیار آسان است گویه می شود، گرچند متن‌های بسیار کلاسیکان را انتخاب میکنند. البته در انتخاب غزل استاد بسیار تجربه زیاد دارند و نه همه غزل به استاد پسند می آید. بله. چون من شاگرد غایبانه استاد هستم و من به واسطه سبتهایشان را پیوسته گوش میکنم و اون سرود و آهنگهایی که ایجاد کردند در حقیقت متنی والا انتخاب کرده شده است. هر یک متن، هر یک غزل، هر یک ترانه نمیدونم روبایی رو آهنگش رو دریافت کرده توانستند استاد که این مهارت رو طلب میکند. بله. این استادی صاحب مکتب بودن رو طلب میکند که بله. این درجه ها رو استاد دارو هستند، یعنی که صاحب مکتب هستند، میتوانند هم به زبان تاجیکی و هم به زبان ازبکی در دل خاص مثلا غزل هایی که معقول خودشان هست آهنگ های جالب آفرند و در بین مردم شهرت پیدا کند اون سرود و اون همون متن و همه مثلا موسیقی ها، همه آهنگ ها، همه ترانه هایی که این نفر ایجاد کردند واقعا هم آهنگش به متن خیلی جور است، زیبنده است، شاید از این رو شنیدنی روی کار آمده است و درست هم گفتید که استاد با همین طریق یک مکتب خاصی خود رو صیقل دادن، برپا کردند و امروز میبینیم که شما نیز شاگرد غایبانه هم باشید ولی یکی از پیروان این نفر میباشید، چون مردم میگویند که مثلا شباهت دارد، مانندی دارد آوازتون، اجرایتون، ولی خیلی گفتید شما شاگرد غایبانه این نفر میباشید. درست، من مخصوص در مثلا در درسی استاد میگم بر مثلا اشتراک نکردم، یعنی که تحصیل نکردم، وقتی که در دانشگاه دولت خوجند در فکولتی صنعت تحصیل میکردیم من به واسطه از استاد شادروان بوی محمد نیازوف درس گرفتم، از استاد جوربیک مرادوف درس گرفتم و غایبانه مثلا پیوسته ثبت های استاد جوربیک نبیف رو گوش میکردم، تا حالا گوش میکنم تمام دیگر استادان را در برابری مثلا استاد جوربیک نبیف. در حقیقت یک مکتبی مخصوص خود را دارند که ان همون سرود و ترانه هایی که ایجاد کردند و تا حالا ایجاد میکنند همه وقت قابل قبول است، از بین شنونده، از بین مخلصان بسیار خوش پذیرفته میشود. این از چی درک میدهد؟ این از آن درک میدهد که یعنی که به همون درجه کمالات پخته رسیدند. این خود از خود نمی شود، این مثلا سالها سپری می شود، از تجربه های زیاد، از برآمد های زیاد، از هنرنمایی های زیاد، از ایجادیات های زیاد آدم پخته به همون به درجه استادی کامل می رسد. که من البته درباره استادان من حق و حقوق هم ندارم که سخن زیاد گفته باشم، زیرا که در حقیقت آنها یک کاری کردند که همون نقطه مهمی خود را گذاشته توانستند. بله. امروز ها ما پیروی میکنیم البته کار و پیکار زندگی و فعالیت ایجادیات آنها را و در آینده کوشش و نیت هم داریم که یک سرود و آهنگ های خاصه خود را دریافت کرده توانیم تا خود در بین مردم، در بین خلق، در بین شنونده ها مخلص و طلبگار خود را پیدا کرده توانیم. بله، ما هم به این امید داریم، به این باور داریم و امروز شما در برابری آن که همچون یک گلدسته چهار سرود استاد جوربیک نبیف را بازخوانی میکنید و آورده اید، اینچنین در نزد شما کتابی ایشان گذاشته شده است. بله. بله، این کتاب تازه از نشر برآمده است، بسیار یک کتابی سری وقتی است، تمام سرودهای ایجادیات استاد را در بر میگیرد. بله، از همون آوان جوانی سر کرده تا به امروز چقدر ایجادیاتی که باشد در این کتاب فراهم آورده شده است، با ثبت نوتش، با تمام غزل و متن‌هایش و در برابر ایجادیات استاد همزمان درباره کار و فعالیتشان که به واسطه از استادان گذشته چه خیلی سبق گرفتند، با کی ها همکاری کردند، اینجا عکس ها خاطره آورده شده است که من فکر میکنم برای تمام اخلاصمندان و شنوندگان مکتبی به واسطه استاد جوربیک نبیف و برای تمام داوطلبان و دانشجویان و شاگردان ساحه صنعت که میخواهند از نزدیک با هنر و استعداد استاد، با ایجادیات استاد شنا شوند، بسیار یک کتابی تعلیمی خوبی است. بله، یک دستاویزی خوب هم شد. بله. امروز در برنامه خاطره ها تشکر میگویم و چون کتابی کلان است این از آن درک میدهد که اینچنین از دو جلد عبارت است. بله، بله. یکی تاجیکی، بله. دیگرش بله. با زبانی از دو جلد ازبکی. عبارت است و یکی با زبانی تاجیکی، تمام سرود و آهنگ هایی که استاد ایجاد کردن با زبانی تاجیکی و تمام سرود و آهنگ هایی که دویم کتاب به زبانی ازبکی است. بله. و از جانبی
اگر خطا نکنم سعدالله عبیدلویف نوتگیری کرده بله شده بله. است و از در اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان به چاپ رسیده است. سهم بسیار نفران در این کتاب زیاد است. بله. استاد اصلدین نظاموف، سعدالله عبیدلویف و دیگر نفران که برای این کتاب اومده شدند زحمت ها کشیدند. تشکر برای معلومات. و چون استاد هنوز از دوره نورسی شروع کردند سرود گفتن رو، خودشان زمین رو قید میکنند در یکی از چهار بینو برامت هایشان که من حالا نمیدونستم که آیا آوازی من مقبولی شنونده میگردد نمیگردد، ولی من سرود میخوندم و همین مثلا محبت شما، همین مهری شما، خلاص شما مرا هدایت کرد و مرا تربیت کرد. گفته چون حالا سینشان از 80 بالا است و میبینیم یک کتاب خیلی کلان است، خیلی با حشمت. براشون سپاس میگویم و امید داریم که باز چندها سال با ما خواهند بود، سرودهای نو به نو ایجاد میکنند، دلی مخلصانشان را شاد میگردانند. سلامت باشید. و باز میگویند مندرج شکل را تعیین میکند و در نوبت خود شکل نیز به مندرجه تاثیر گذار خواهد بود. چون در اول سرودی تمنا را گوش کردیم، باز کدام سرودها بازخوانی میشوند؟ حالا باشد سرودی دمساز باش با متن عبدالرحمن جامی برای تماشابینان، آهنگ استاد جیرابیگ نبیوف پیشنهاد کرده میشود. Thank you.
باشی دلم محروم از سپاسی بنظیر. سلامت باشید. نازنینا یک شبه با عاشقان دمساز باش، غزل از عبدالرحمن جامع. در قطار دیگر سرودهای ایشان که کلبارشان پر از اشعار کلاسیکان می باشد، این سرود هم گوش کردنی است. این سرود هم روح نواز است، جان نواز است. و چون خودشان قید کردند استاد جورابیک نبیف که من مفتون و شیدای اشعار کلاسیکان، بسیار دوچار می شویم سرودها رو در اجادیاتشان که از اشعار کلاسیکان می باشد، از غزلی بدیل و حافظ و حسن کمال خجندی می باشد. و می دونید هنگام صحبت کردن، هنگام گفتگو کردن با برخی از آوازخوانان، سرایندگان دیگر گونه است آوازشان، هنگام سرود خواندن دیگر گونه است، هنگام گفتگو کردن. ولی گمان میکنم ویژگی خاصی استاد در همین است که هنگام گفتگو کردن هم یک آواز مرغلادار و شیردار دارند، هنگام سرود خواندن هم عیناً همین گونه. این یک صفت خاصی استاد است که ما البته بارها گوش کرده ایم، شنیده ایم و گرچنده مثلا با شخصا استاد گفتگو نداشتیم، ولی نوارهایشان را تماشا میکنیم از شبکه های اجتماعی، از تلویزیون ها. و اومن شما چی دریاد دارید؟ چگونه شناس شدید با این آواز باری نخست؟ در آوانی کودکی ما تستیس به شهر خوجند آمده می استادیم و در نمون تمامی چاربینی های فرهنگی، در مخصوصا آزمون های شهری و ولایتی اون وقتا با نامی مثلا اندلیب و بستان بود اشتراک میکردیم. و در داخل خودی دانشگاه دولتی خوجند فکولتت صنعت بین گروه ها آزمون ها شده میگذشت. معلم ما، استاد ما در این دانشگاه تحصیل میکردند، میخواستند که ما شاگردان نیست از همین خیل هنرنمایی ها برخوردار باشیم، باخبر باشیم و پیوسته ما رو در همین چاربینی ها گرفته میآوردند که بواسطه ما از همین آوان کودکی با این استادان مثل استاد جورابیک نبیوف، شادروان بای محمد نیازوف، جورابیک مرادوف و دیگر استادان از نزدیک شناسایی پیدا میکردیم. در بعضی از همین چاربینی ها خود ما هنرنمایی میکردیم، چون کودک میده هم بودیم. بسیار مسئولیت های استاد تا حالا در گوش من است که مثلا آواز رو احتیاط کنید. برای صنعتکار، برای هنرمند پیش از همه این آوازش است، چون ما در جوده صنعت هستیم، در جوده صنعت تربیه یافته ایستادیم. پیوسته همین سخن های پندآمیز استاد جورابیک نبیوف در گوش من صدا میدهد که آواز رو در همه حالات باید احتیاط کنیم. با چی مضمون که مثلا از بسیار خوردن بسیار چیزها پیش از همه خودداری باید کرد، چون خودی استاد هم آوازشان بینید اوچای بلند رو میگیرند تا حالا. بله، آواز ببینید نمون اقتدار و نمون حشمت و نمون صدای جرنگوسی خود رو گم نکردند. این همه از پرهیزکاری است، این همه از احتیاط کردن خود است. ما نیز باید همین پند و نصیحت های استادان رو پیوسته باید سرمشق کاری خود دانیم، زیرا که وظیفه ما امروز همین است. در جاده صنعت که هستیم ما باید خود را احتیاط کنیم و همه وقت همه زمان برای شنونده، برای مخلصان، برای مردم
سرودهای نو و تازه را با صدای دلنشین باید رسانیم که وای تسخیر کننده باشد. اگر گوش خراش باشد یکون کس شما را گوش نمی کند. برای آواز همه وقت در چهارچوبه معین قرار داشتن، در همون قالب استوار بودن، خود را احتیاط باید کنیم که این همین پیوسته یکی از مسئولیت های استاد جلبیگ نبیوف است در برابر دیگر استادان که باید آواز خود را احتیاط کنیم. بسیار درست قید کردید. هر آن محفلی که استاد طاهل اشتراک میکنند و تا در همین سالگرد آخرانه که یک سال پیش گذشته بود، یعنی 80 سالگیشون، خود استاد با صدای زنده سرود اجرا کردند، بسیار مرغولادار، بسیار گوشنواز و هر یک شاگردی خود را میگویند که پیروی من این از خاکساریشون گمان دارم درک میدید. و میدونید چرا سوال دادم که مثلا شما در یاد دارید که چگونه باری نخست شناس شدید؟ زیرا شما همچون یک شاگردشان، شما همچون یک پیروشان اینقدر شور و شوق زیاد داشته تا اینکه با استاد هم صحبت شد، ولی هر یک مخلصی که استاد دارن عینن همین گونه شور و شوق دارن تا اینکه با استاد هم صحبت شوند، یک کم گفتگو کنند و سرودشان رو از خودشان بشنوند. چون سرود دمساز باش را بسیار خوب اجرا کردید و در برابر این باور دارم که باز چندین سرودهای استاد را از یاد کردید و بسیار میسراید. در برنامه های کنسرتی گذشته مثلا در یک چند چهاربینی ها چند سرودهای دیگری استاد را اجرا کرده بودیم و امروز ما تصمیم گرفتیم، قرار کردیم که یک چند سرودها را اینجا زمزمه کنیم که بسیار مثلا از جانب شاگردان و دیگر هنرمندان کم استفاده شده است. یعنی سرودهای نوتر می باشد، جدیدتر می باشد؟ بله، این سرودها من فکر می کنم سالهای مثلا 2005 و 2006 از جانب استاد ایجاد کرده شده است. در برابری رو آوردن به شاعرانی کلاسیک، استاد همزمان با شاعرانی معاصر بسیار علاقمندی زیش دارن، یعنی که دائما در مثلا گفتگو هستند از استاد لایق، مثلا یک سرود با نامی زنده باشه ای چشمه الهامی من، خلقی من، ای اصلی ننگ و نامی من، ما اجرا کرده بودیم، بسیار خوب و گوارو ایجاد شده است، اجرای خوب هم کرده هستند استاد. و باز با استاد فرزانه، ای دوست از این جهان با خود چی میبری، بسیار یک آهنگ ایجاد شده است که در حقیقت گویا فکر میکنید همین غزل برای همین آهنگ تولید شده باشد، یا اینکه برعکس همین آهنگ برای همین غزل ایجاد شده باشد. و همین سرود را مخلصان بسیار درخواست میکنند. بله، بسیار درخواست میکنند از استاد. و باز یک سرود دیگر استاد با نام تیری نگاه که از جانب شادروان برنای ساخوانیز اجرا کرده شده است، همین دمساز باش یکی از سرودهایی که برای من پسند است. من فکر میکنم برای خود استاد نیست، بسیار پسند است. و سرود نوبتی که اجرا میکنیم با نام یاری ما با متن کمال خوجندی است، منظوری تماشابینان خواهیم کرد. بیت قبل از بازخوانی کردن این سرود همین را قید کردنی هستم، چون از استاد فرزانه خوجندی یادآور شده، از استاد جلبیگ نبیف سوال میکنند که شما در خصوص ایجادیات فرزانه خوجندی چی میگویید؟ میگویند که فرزانه خوجندی افتخار ما است. بله. بیش از همه. و من بسیار اشعارشان را دوست می دارم. حتی در یک محفل شعر زمزمه کردند با نام شبت خوش باد روزت خوش. من پگاهش زنگ زدم و خواهش کردم که همین شعر را به من دهد تا اینکه آهنگ بندم و حتی آهنگ خوب هم بستند که امروز ها شنوندگان بسیار زیاد دارد. و حتی می گویند که بعضا می شود که خودی من هم به لغت رو می آورم تا اینکه معنی بلند شعرهای فرزانه بانو رو گوش کنم. این از آن شهادت میدید که در برابری مثلا یک آوازخوان حرفه‌ای بودنشان، آهنگساز خوب بودنشان، استاد کوشش میکنند که هر یک غزل را درک معنی کنند قبل از همه، به نقطه مثلا والاترین معنی سرفهم روند، درک نمایند، پس آن اجرا کنند. و این از مخصوصیت استاد درک میدید. بید اینجا سرود یاری ما رو نیست مقبولی بیننده گردانید. خب باشد. از تو
گفتن سخن از بیمی رقیبان تا چند دامنش دیر و دستم فی تدو حلقه زود نترام زود گریفت آهوی مشکل و توازود گریفت آهوی مشکل و کمر تیرهای دیگرش بر دل اگر آید چی خاکی چرا بر منی خاکی نفکن دلی صد پاره به مرهم نشود چاره پذیر جامی نازو چو شکستن نگیرن پیرن جامی نازک چو شکستن نگیرن پیوان بعد از آن کاکش دل سینه پروانه بسوخت تشکر. خیلی میدونیم کمال خوجندی در غزل سرای صفاچینی خیلی خوب میباشد و گفته میتوانیم که همین صفات را فطرت و طبیعت استاد جورابیگ نبی فهم دارد، زیرا هر یک سرودی که از جانب استاد ایجاد شده است بی‌گزند میباشد، شنیدنی میباشد، در هر یک دور و زمان یک گونه تأثیر گذار است. بله. و ما تصدیق این گفته ها را نیز داریم، چون در سالهای 1980 یکی از مخلصانشان می نویسند که در شهر آشی قرقیزستان یک کنسرت خوب برگزار کردن استاد. خیلی می دونیم خیلی زیاد سفرها داشتن به آسیای مرکزی و بیرون از آن. و ما چندین مخلصانشان نتوانستیم که به این کنسرت وارد شویم، ولی تا آخری کنسرت در بیرون استادیم و آواز استاد جورابیگ نبیف را گوش کردیم. تو همین درجه مخلصانشان ذوق دارند، شوق دارند به سرودهای ایشان. در حقیقت ما پیوسته وقتی که سرود و آهنگهایشان را اجرا میکنیم، توسط همون سرود و آهنگ گویا که ان همین زندگی استاد
زیر هر یک آهنگ و ایجادیاتشان تجسم می‌یابد. سرود را دوست داشتن، مثلا غزل را درست انتخاب کردن، با وای مهر بستن، در خود خوب هضم کردن، این همه زندگی و فعالیت است که بی‌واسطه سرمشق کاری هر روزه استاد است. چون من چند مرتبه در خانه‌شان همچون مهمان بودم و انا همون رفهایی که پر از کتاب است استاد ورق می‌زنند، چخیلی که شما در بالا قید کردید پیوسته مطالعه میکنند. اون کلمه هایی که نمیفهمند البته توسط فرهنگ لغت اولا معین میکنند. باید همین خیلی هم باید باشد. بله. چون ما اگر خواهیم که سرود ما شنوا باشد، برای شنونده رسا باشد، گیرا باشد، باید در خود خوب هضم کنیم، به اون مضمونی که به عمق غزل فرو رویم، شاعر چی گفته است، چی میخواهد، اون رو مثلا درست تحلیل کرده، مثلا اگر ایجادیات مشغول شوید البته و دیگر خیلی صدا خواهد داد. برای یک سرود در بین مردم شهرت پیدا کردنش شاید چند سالینه زحمت باشد، نکی میتواند در یک لحظه برای تمام مردم تیز شهرت پیدا کند. این مهارت استاد است. این مهارت کسبی بلند استاد را نشان میدهد که در حقیقت ایجادیات، میدونید ایجادکاران زیاد هستند، سرودهای ایجاد نموده شاید زیاد هستند، ولی شنونده خود را پیدا کرده در مدت کوتاه بین مردم تیز شناخته شود، این خیلی سرودها در حقیقت کم در کم هستند. برای این زحمت است، مهنت است، بیدار خوابی ها است. من فکر میکنم و من باوری هم دارم که بسیار استاد زیر همین غزل ها بسیار وقتهای دراز فکر کردگی هستند تا خود یک آهنگ جذاب بشود که هم برای خودشون پیش از همه معقول باشد، پسند باشد. مادامی که سرود برای خود شما پسند است، معقول است، از دلتان میبروید و حتما شنونده خود رو دریافت کرده میتواند. خوشبختانه میبینیم که همه اون سرودهایی که استاد جورابیک نبیف ایجاد کردن به دل راه یافته است و باور داریم که این از آن شهادت میدهد. خیلی شما گفتید مشقت زیاد میکشند، استاد بسیار کار میکنند و بسیار ارج میگذارند به صنعت، به سرودخوانی. و حتی شوخی کنان دوستشان یادآور می شود که تنها سرود خواندن را دوست می دارد و تنها سرود خواندن را می داند. همین یک ماشین داشت در راه یک روز ویران می شود و به استا می برد. استا می گوید که خواه این فلان جایش را عوض کردن در کار. من از کجا می دانم چیش را عوض کردن در کار؟ تو از من سرود خواندن را پرس. همین گونه پاسخ می دهند. و آن سرودی که حالا منظوری بیننده گردید بازخوانی شد با نام یاری ما، شما این رو از کی آموختید و هنوز از کی می سراید؟ این سرود رو من اولا هنگام دانشجویی هم گوش کرده بودم و آماده کردم و خطا هم نمی کنم اگر گویم که یکی از اولین ها شده من همین سرود رو اجرا کردم در بین شاگردان، یعنی بازخوانی کرده بله، در بین شاگردان و پیروان استاد. و امروز ها مخصوصا همین سرود یاری ما رو بسیار جوانان، بسیار شاگردان، بسیار اخلاصمندان زمزمه میکنن، پیوسته اجرا میکنن. در حقیقت بسیار سرود روان و خوب، هم غزلش روان است و هم آهنگش بسیار در یک روش کلاسیکی ایجاد شده است که در همه چاره بینی ها مثلا خونده می شود، ممکن است. بله، برای خود من هم پسند است. این رو من هم ثبت تلویزیونی نیز کرده بودم در دوره دانشجویی و تا حالا در آرشیو تلویزیون شاید این چیز هست و یکی از آن سرودهایی که من با همین یاریمو در بین مردم شنونده ها مثلا از نزدیک باز شناسایی پیدا کردم، این همین سرود است. یاریمو سر بلند است، بگویم بلند. و در برابر مثلا تربیه چندین شاگردان، چندین پیروان، اینچنین امروز ها خوشبختانه ادامه دهنده کاری پدر، میراث پدر، فرزندشان شهرت نبیف می باشند. بله؟ بله، شهرت جان نبیوف، شوکت اکا نبیوف، اولوغبیک سه فرزندشان در جاده صنعت هستند. شهرت سراینده هم با تنبور نواخته سرود می خوانند و اکای شوکت بسیار غژک نوازی ماهر هستند و اکای اولوغبیک باشد در اسباب سازهای برقی. در تمام چاره بینی ها همراهشان هستند و با استاد قوت داده می ایستند، یعنی که بالو پری استاد هستند و من فکر می کنم استاد از این افتخار دارند. بله. البته چون فرزندان پیش از همه با استاد فخر می کنند، افتخار می کنند. در برابر این خود استاد مثلا در دوران پیری با فرزندان خود افتخار دارند و باشد که مثلا در آینده همین مکتبی بزرگی استاد را ادامه دهند. خود استاد هم مثلا تکیه می کنند بسیارتر به مکتبی بزرگی صادرخان حافظی خوجندی که در حقیقت بسیار
یک هنرمندی شناخته، هنرمندی در حقیقت اصیل که در جاده شش مقام موفق شده توانستند سرود و آهنگ های خود را ایجاد کرده در بین مردم شهرت پیدا کردند. با نام انامون اشاق صادرخان، صوت پنجگاه صادرخان، سیگاه صادرخان، دلخراج صادرخان که از جانب استاد جوربیگ نبیوف در درجه بسیار عالی اجرا کرده شده است. و من فکر میکنم و باوری هم دارم در تمام چاره‌بینی که استاد نروان حتما مخلصان از این سرودها پرسان میشوند و حتما استاد از ایجادات صادرخان حافظ برای مخلصانشان اجرا میکنند در برابری ایجادات خودشان، چون استاد مکتب بزرگ شش مقام رو آموخته‌اند و پیروی به همین شش مقام خودشان هم در چند واخوری ها میگن که مثلا وقتی که با شش مقام سر و کار میگیرید سرودهای شش مقام رو اجرا میکنید برای خودتان ایجاد کردن بسیار مشکل است. کدام آهنگی رو که نه آفرید ایجاد نکنید وای به شما در یک مدت مثلا پسند نمی آید، زیرا که شش مقام در حقیقت یک اثرهای مکملی دارد که در برابر آن سرود ایجاد کردن این مهارت رو طلب میکند، این هنری بله این هنری بلند رو طلب میکند. به همین درجه رسیده در برابر این 300 400 سرود و آهنگ خود رو ایجاد کرده در بین مردم معروفیت پیدا کردن، این هنر است بله، این استعداد است، به این قائل باید شد، با این باید افتخار کرد. و برای امروزه شاگردان چی در کنسرواتوری ملی تاجیکستان، چی در کالج های موسیقی، چی در مثلا انسامبل های شش مقام، دیگر انسامبل های هنری از ایجادات چنین استادان حرف زدن، با خبر کردن از زندگی نامه فعالیتشان برای هر یکی ما مثلا همچون آموزگار، همچون سراینده قرض است که مثلا از ایجادات استادان پیوسته نقل کنیم، هدایت کنیم شاگردان رو، پیروان رو، دانش آموزان رو که انهمین زندگی نامه و فعالیت استادان بزرگ رو یک بار از نزدیک شناسایی کنند و در آینده راه و رویشی درست خود را پیدا کرده توانند که همچنین موفق باشند، کامیاب باشند. چخیلی که در بالا گفتیم در جاده صنعت ان همون نقطه خود را گذاشته توانستند، یعنی که صاحب مکتب شده توانستند، با ان هم خیلی مکتب های بزرگ باید از نزدیک شناخته شوند. بله، در برابر مثلا دست زدن به این کلبور، به این مکتب، به این ایجادیات قرض و هم فرض و هم یک وظیفه بوده نشین، چون مسئولیتی بلند است. و باز هم کدام سرود را بازخوانی میکنید؟ حالا یک سرود دیگر با نام مهیمن مخمس سیدا بر غزل حیدر، تا اونجای من میدونم یک چند مثلا من خود را یکان کتابخانی معروف گرفتنی نیستم، لیکن کتاب مثلا کتاب های شاعران کلاسیک و معاصر را ورقگردان میکنم بعضن وقتهای خالیگی، در حقیقت غزل های خوب را دریافت کردن اینم وقت را طلب میکنند، مهارت هم هست. و یکی از موفقیت های استاد همین که یک غزل هایی که انتخاب میکنند که مثلا نه کتابش را یافته میتوانید نه در یکان جا اون را دیدگی هستید. یکی از انمین سرود ها من همین مهیمن هست، غزل های نادیر. بله، غزل های نادیر هست که انم خیلی غزل ها را استاد دریافت کرده میتوانند. و میدونید بسیاری از آوازخوانان، آهنگسازان دفتری به یاد دارند، ولی خوشبختانه آن اقدامی که پیشه کردن استاد، یعنی همین کتاب را روی کار آوردن، چه خیلی گفته در بالا یک راهنمای خوبی خواهد شد، یک کمک رسان یاری رسان خوبی خواهد شد برای پیروانشان، برای شاگردانشان، تا اینکه همون مکتب، همین صنعت، همین موسیقی به الایش، به گزند انتقال یابد به نسل نو است. بیاید این سرود را هم باز خانه میکنیم، پس آن برنامه رو جمع بست مینماییم. خوشحال، مرحبا. شده ای به دل ربایی
آمدم چو سرمه دارم زی دو چشمی آشنایی با فسونی غیر کردی زی من ای سنم جدایی پس از این و هر سریرم منو عرضی بی نوایی بیکنم دعای جانم با بهانه گدایی همچو شم داری روخی انجمن فروزی زی غمی تو عمرها شد با دلم فتاو بسوزی میکی زاهی بیکنم با تو رموزی همه شب در این خیالم بیرسم با وست روزی همه روز بر امیدی شبی بخواب مایی سناو سپاس. اگر ما صنعت موسیقی را به بحری ناتمام شباهت دهیم، تشبیه دهیم و گفته می توانیم که ایجاد استادان به مثل رود است.
و رودی از همه آرام ترین، پاک، مصفا، شفاف، به گزند، به آلایش، این مکتب استاد جورابیگ نبیف می باشد که همین حالا در برنامه خاطره ها ما توانستیم در ظرف خودترین قطره منظوری بیننده گردانیم. و در آخر برنامه باشد به استاد دولت پیری تمنا میکنیم، عمر به گزند تمنا میکنیم و باشد که باز هم با ایجادیات خود دل ما را شاد گردانند. اینجا پایان برنامه خاطره هاست. دوستان عزیز، اگر تابی شما را بالیده کرده باشیم، پس خیلی شاد هستیم. سلامت باشید.